برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. سازمان بین المللی مهاجرت اعلام کرد که در پی غرق شدن یک قایق حامل پناهجویان در سواحل لیبی بیش از 60 تن جان باختند. دفتر سازمان بین المللی مهاجرت در لیبی با نشر اعلامیه‌ای اعلام کرد که قایق حامل مهاجران غیرقانونی دقایقی پس از حرکت از شهر بندری زوره واقع در شمال غرب لیبی به دلیل هجوم امواج بلند در آبهای ساحلی این کشور دچار حادثه شد و به زیر آب رفت. بیشتر قربانیان این حادثه که شماری زن و کودک نیز در میان آنها دیده می شود از شهروندان نیجریه، گامبیا و سایر کشورهای آفریقایی بودند. تداوم درگیری‌ها بین نیروهای مسلح سودان و شبه نظامیان موسوم به پشتیبانی سریع پس از 8 ماه باعث شد جبهه تازه‌ای در شرق این کشور گشوده شود. با تشدید این درگیری‌ها در واد مدنی هزاران نفر از این شهر گریختند و نهاد بشردوستانه سازمان ملل متحد هم ناگزیر کمک رسانی در این منطقه را تا اطلاع بعدی به حالت تعلیق درآورد. اتحادیه پزشکان سودان در بیانیه‌ای هشدار داد که بیمارستان‌های این منطقه که به یک مرکز بشردوستانه و پزشکی تبدیل شده بود در حال تخلیه‌اند و ممکن است ناچار به تعطیلی شوند. دفتر مرجع عالی قدر آیت الله العظمی سید صادق شیرازی در شهر مزار شریف کشور افغانستان اقدام به توزیع نخستین محموله سوخت زمستانی در میان خانواده‌های نیازمند این شهر کرد. طی این اقدام با همکاری مؤسسه جهانی اهل بیت علیهم السلام و جمعی از خیران انجام شد و طی آن صدها کیلو سوخت زمستانی، زغال سنگ به دست بیش از 200 خانواده یتیم و نیازمند رسید. اقدام مذکور در عمل به توصیه‌های آیت الله العظمی شیرازی مبنی بر حمایت از نیازمندان و با توجه به آغاز فصل سرما در کشور افغانستان انجام گرفت. مردم عراق از صبح روز دوشنبه 18 دسامبر برابر با 27 آذر ماه به پای صندوق‌های رأی رفته و در انتخابات شوراهای استانی مشارکت کردند. روز شنبه رأی‌گیری ویژه انتخابات محلی برای نیروهای امنیتی، آوارگان و زندانیان انجام شد. در مجموع 5915 نامزد از احزاب و ائتلاف‌های مختلف در این انتخابات با هم رقابت می‌کنند که از این تعداد 4258 نفر مرد و 1657 نفر زن می‌باشند. لازم به ذکر است تقریبا 16 میلیون نفر از جمعیت 42 میلیونی عراق حق رأی داشته و می توانند در انتخابات شرکت کنند. انتخابات شوراهای استانی عراق فقط شامل 15 استان از 18 استان این کشور شده و شهرهای حکومت منطقه‌ای کردستان عراق را شامل نمی شود. شاید ذکر است که آخرین انتخابات محلی عراق در سال 2013 در شرایط امنیتی برگزار شد.